مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن هر گونه اقدام علیه نمادهای مذهبی و کتب مقدس را محکوم کرده و این اقدامات را نقض قوانین بین المللی دانست. اسپانیا نتوانست اصلاحیه ای را برای پیشنویس قطعنامه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا ارائه کرده بود تصویب کند. در اصلاحیه اسپانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا پیشنهاد حذف اشاره به نقض قوانین بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. مجمع عمومی سازمان ملل قبلا همین قطعنامه را در سالهای 2019 و 2021 در چارچوب ترویج گفتگو و تساهل بین ادیان و فرهنگها و مبارزه با سخنان نفرت انگیز به تصویب رسانده بود. اتخاذ این تصمیم در خلال اعطای مجوز مقامات سوئد و دانمارک برای سوزاندن قرآن کریم که خشم سراسر جهان را برانگیخت صورت گرفته است. لازم به ذکر است که روز سه‌شنبه در ادامه اقدامهای حتاکانه به نمادهای مقدس دین مبین اسلام، تعدادی از تندروهای اسلام ستیز نسخه های از قرآن کریم را در مقابل سفارتخانه های مصر و ترکیه در کوپنهاگ به آتش کشیدند. دانمارک و سوئد اعلام کردند که از سوزاندن قرآن ابراز تأسف می کنند، اما نمی توانند به دلیل آنچه که این دو کشور از آن تحت عنوان حمایت از آزادی بیان نام برده اند از این اقدام جلوگیری کنند. آتش زدن قرآن کریم خشم جهان اسلام را برانگیخت و بسیاری از سازمانها، دولتها و شخصیتهای شناخته شده در برابر این اقدام حتاکانه موضع گیری نموده و بی حرمتی به قرآن کریم و مقدسات دین مبین اسلام را محکوم نمودند. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما هستند. سلام جناب علیزاده، وقت شما بخیر. درود به شما، سلام و عرض ادب دارم به شما و مخاطبان برنامه. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که چندی پیش تصویب شد، چه امتیازها و نقاط قوت بیشتری دارد؟ بفرمایید. بله، 20 روز پیش در همین برنامه، در همین شبکه، به همین ساعت دیداری داشتیم و در اونجا به موضوعی پرداختیم که در آن روز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای رو تصویب کرده بود که نفرت پراکنی دینی رو به شدت محکوم کرده. میزبان و یعنی بانی اون قطعنامه هم دولت پاکستان به نمایندگی از سازمان کنفرانس اسلامی، یعنی 57 کشور مسلمان بود. خیلی اقدام سنجیده و درستی بود. همون روز در این برنامه من گفتم که این اقدام پسندیده است ولی کافی نیست. چه خوب است که این اقدام مشابه این اقدام به مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا فرقشون چیه؟ ببینید، سازمان ملل متحد 6 رکن تأسیس کنند داره، یعنی مثل اینکه یک ساختمان در نظر بگیرید که 6 ستون داشته باشه. یکی از این 6 ستون که از ستونهای مهمش هم تلقی میشه مجمع عمومی است، جنرال اسمبلی میگن، مجمع عمومی است. مجمع عمومی بسیار قدرتش از شورای حقوق بشر بالاتر هستش، بسیار بسیار بالاتر هستش. چرا؟ چون در مجمع عمومی تمام کشورهای دنیا اونجا یک کرسی دارن و همگی رأی میدن. در شورای حقوق بشر نه، 50 کشور، تقریبا 50-60 کشور هستن، تعداد کمتری هستن رأی میدن. پس بنابراین الان مصوبه ای از مجمع عمومی گذشته، یعنی مجمع اسمش روشه، مجمع عمومی، و اونها بحث نفرت پراکنی دینی، اهانت به مقدسات، شخصیت ها، کتب مقدسه رو تقبیح کردن. از این جهت میخوام بگم که یک گام بلندتری برداشته شده در عرض 20 روز، زمان واقعا کمی هم بوده، در اصل در عرض 20 روز اقدام خوبی رو انجام دادن، موضوع رو به مجمع عمومی رسوندن. لذا این موضوع مقابله کردن با نفرت پراکنی دینی، ببینید صرفا هم اسلام و قرآن و پیامبر اسلام هم نیستن، و نفرت پراکنی دینی، بیا این رفتار که نفرت پراکنیه نسبت به هر دینی باشه نباید انجام بشه، اقدام خوبی رو، دو گام مهم رو تا الان برداشتن. بله جناب علیزاده، ورود دو نهاد سازمان ملل به این ماجرا
و محکومیت هتک حرمت مقدسات چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ بله، در بخش قبلی گفتم اینها دو گام خوب، گام مهم بوده که تاکنون برداشته شده. اما آیا این مقدار کافی است؟ همچنانی که پیشتر گفته بودم در شورای حقوق بشر تصویب شده بود، آیا کافی بود؟ گفتم نه، به مجمع بروند. به مجمع هم الان رفتن. آیا باز این هم کافی است؟ خیر، این هم کافی نیست. چرا؟ به خاطر که آنچه که شورای حقوق بشر رأی داده، آنچه که مجمع عمومی رأی داده، رأی الزام‌آور نیست به اصطلاح. رأی الزام‌آور یعنی چی الزام‌آور نیست؟ یعنی الان یک کشوری مراجعه کنه، مثلا به کشور سوئد، بگه شما در تاکنون این مجوزها رو دارید. حالا سازمان ملل اومده وسط، دیگه کار پای سازمان، دو تا نهاد سازمان ملل اومده وسط، این کار رو تقبیح کردن. آیا می شود دولت سوئد رو الزام کرد که دوباره از مجوز دادن برای اقدام مشابه دست برداره؟ خیر، جای تاسف، یعنی نکتهش این هستش که این دو اقدامی که انجام شده اگرچه پسندیده هستن، اما الزام آور نیستن. برای اینکه الزام آور بشود میبایست یک قطعنامه پروپیمونی تصویب بشه و حتی اگر نیاز باشه مثلا به شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد مراجعه بشه، اکوسوک بهش میگن، در اونجا هم مصوبه الزام آور. آنچه که تاکنون دو اقدام خوب انجام شده خوب ولی غیر الزام آور است. بله، با تشکر از آقای حسین علیزاده که از لندن با ما همراه بودند.